کنفرانس اسلام حراسی 2021 در شهر لندن پایتخت انگلیس برگزار شد هرچند در عنوان این کنفرانس نامی از سنی های تون رو آورده نشده اما در واقع در این کنفرانس مشخص خواهد شد که علت مقابله برخی افراد و جریان ها در کشورهای غربی با مسلمانان و به وجود آمدن پدیده اسلام فوبیا گرایی های منتشر شده در جهان توسط سنی های تون رو بوده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کنفرانس سالانه اسلام حراسی با موضوع مشارکت مسلمانان در زندگی مدنی و سیاسی کشورهای غرب در لندن آغاز شد. این کنفرانس به میزبانی انجمن اسلامی حقوق بشر در لندن روز گذشته فعالیت خود را رسما آغاز کرد. این همایش با عنوان آیا می توان با نهادهای غربی کار کرد؟ به مسائل ناشی از مشارکت مسلمانان در زندگی مدنی و سیاسی غرب از جمله کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا میپردازد. پنل های رزی شده به موضوعات مختلفی میپردازند که درباره این مسئله مطرح می شود که چقدر تعامل با مقامات غربی و بخش های دولتی آن محتاطانه قابل قبول و ضروری است. برخی موضوعات این پنل ها شامل دیدگاه کلامی، اسلام، فرهنگ های مسلمانان و امکانات تعامل، کار دانشگاهی، آیا میتوان دانش تحول آفرین را در دانشگاه غربی تولید کرد؟ جنگ و قانون به چالش کشیدن خشونت دولتی از خشونت پلیس، آپارتاید و جداسازی تا جنگ های بیپایان است. سخنرانانی از جمله دکتر عبدالوحید، پروفسور سیدین کارا، دکتر امین این لوئز، مسعود شجره، دکتر امین ابو بکاره و سندیو هیرا، پروفسور دیوید میلر، دکتر کاسیا نارکویچ، دکتر صادق حمید، رزوان کرانشتاین، دکتر راب فور وکر، فهد انصاری، دکتر ساریا چروویل و پروفسور رامون گروس فوگل، سید دین کارا، زرین تاج و آبد چودری در این همایش سخنرانی کردند. این همایش دو روزه از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مؤسسه اسکاتلند علیه جوامع جنایتکار و بنیاد شبکه بین المللی استعمار زدائی سازماندهی شد. در پایان گفتنیست به رقم اینکه در انوان و برنامه های این کنفرانس نام و نشانه ای از سونیهای های تند رو آورده نشده اما در واقع این کنفرانس مشخص خواهد کرد که علت و ریشه اسلام هراسی به خصوص در میان غربی ها رفتار و اندیشه های سنی های تند رو و افراتی است که غالبا از اعتقادات و کتب وهابی ریشه گرفته و همین امر موجب شده که پدیده ای به نام اسلام فوبیا در جهان به وجود آید